افغانستان کشور با بیشترین سرمایه کمک شده جهانی و اما هر روز بیشتر از دیروز در حال فقیرتر شدن. وزارت اقتصاد کشور اعلام کرده که در سال جاری میزان بیکاری افزایش و 90% مردم زیر خط فقر زندگی خواهند کرد. ادعایی که رئیس جمهوری کشور آن را به گونه دیگر مطرح کرده و گفت که همین حالا 90% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند. حال وزارت اقتصاد می گوید که در سال روان 90% نفوس کشور کمتر از 160 افغانی درآمد روزانه خواهند داشت و 35% مردم کشور از بیکاری رنج خواهند برد. در میان این متضادگویی چند ماه پیش از کرونا سیگار یا اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان اعلام کرد که 55% باشندگان کشور با درآمد کمتر از 80 افغانی زندگی می کنند. اکنون بسیاری ها می گویند که حکومت با ارائه آمار و ارقام متفاوت و گنگ به دنبال جذب کمک های جهانی و تعدادی هم میگن که این کار را برای این انجام میدهند تا راه برای پر کردن جیب های فساد پیشگان پیدا شود. حرف اصلی چیست و این متضادگویی ریشه در کجا دارد؟ واقعا چند فیصد مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند و گذشته از این مسائل اگر واقعا این آمار و ارقام درست باشد برای جلوگیری از وخیم شدن اوضاع چه باید شود؟ در برنامه امروز خط کابل با مهمانانم به این موضوعات خواهیم پرداخت. سلام و وقت شما بخیر. به برنامه خط کابل با من محمد ایوب نسیمی خوش آمدید. مهمانانم در برنامه امروز جناب آقای شبیر بشیری، آگاه امور اقتصادی، که تا لحظات دیگر در استودیو با ما خواهند بود، و همچنان جناب آقای عبدالقادر جیلانی، آگاه امور اقتصادی، که از طریق خط اسکایپ از کابل با ما هستند. بسیار تشکر جیلانی صاحب از حضور شما در برنامه امروز خط کابل. 90% مردم زیر خط فقر هستند یا در سال روان قرار می گیرند، کدامش درست است؟ آنچه که رئیس جمهوری افغانستان میگه و یا آنچه که وزارت اقتصاد میگه؟ سلام و احترامات. فقر در افغانستان روز به روز افزایش پیدا میکنه و ارقام دقیق ما در سکتور اقتصادی در تمام بخش ها نداریم و ارقامی را که وزارت اقتصاد و یا حکومت افغانستان به نشر میرسانه ارقامی است که تقریبی است، ارقامی است که اصلا امو اساس دیتابیس و یا اساس معلوماتی نداره و احصایه مرکزی، اداره احصایه مرکزی یک اداره کاملا ناکام است، یک اداره که غیر فعال است. فعالیت اداره احصایه مرکزی را ما هیچ شاهد نبودیم. بناهن ما تا آنوز ارقام و آمار دقیق نفوس کشور در دست نداریم و در عین زمان ما امو میزان تولید ناخالص داخلی را درست مطالعه نمی کنیم که تقریبا بجای اینکه افزایش پیدا می کرد کاهش پیدا کرده، از 20-21 میلیارد دلار به 19 میلیارد دلار پایین آمد. یعنی دقیقا امی ارقامی را که ما مقایسه کنیم و یا تقسیم کنیم بالای نفوس فی یعنی عواید سرانه در افغانستان در حدود کمتر از 160 افغانی است. قام یک چیزی تقریبی است ولی درست است. بر اساس امو گزارش هایی که بانک جهانی به نشر رسانیده است نشان می دهد که میزان فقر که در وقت در زمان حکومت کرزی صاحب تقریبا 38% بود، بعد از او 54%، و اگر ما به این شکل اوضاع اقتصادی پیش بره بدون شک میزان فقر به 72 میرسه. ولی یک نقطه خیلی مهم است که ما میخواهیم که او را میزان فقر به سطح ولایات فرق میکنه، یعنی بیشتر است. در مناطق دوردست کشور میزان فقر بیشتر است، مردم بیکار هستند و فقط 9 میلیون قشر جوان ما در کشور بیکار هستند و رنج میبرند از بیکاری. 1 میلیون ما کارگر داریم که سر چاک میرن
و کار پیدا نمیشه. درست است، ایره میپذیریم که امی ویروس کرونا بدون شک یک چالش بزرگ است، نه تنها با افغانستان، با کشورهای پیشرفته که ثبات مالی داشتن با مشکلات اقتصادی مواجه شدن. ولی قبل از کرونا ما چی حالت داشتیم؟ در دوران حکومت 5 ساله وحدت ملی ما هیچ پیشرفت اقتصادی نداشتیم. حالا این ارقام را که وزارت اقتصاد جیلانی صاحب عنوان کرده بر بنیاد چی چیزی است و چقدر میتونه دقیق باشه؟ کل مسئله سر از همین متضادگویی است که رئیس جمهور یک آمار را مطرح میکنه و وزارت اقتصاد یک آمار دیگر را. اصل قصه چی است؟ پشتیوانه آماری این دیدگاه و یا نگرانی را که حالا وزارت اقتصاد مطرح کرده چی است در حقیقت؟ ببینید، وزارت اقتصاد در سطح ولایات اگر سروه ها را انجام داده باشه، سروه کرده باشه و معلومات را جمع‌آوری کرده، با اساس همون معلومات اگر ارقامی را شریک ساخته باشه که یکی از وظایف عمده وزارت اقتصاد است، ایره ما میتونیم که ایره بپذیریم و ایره قبول کنیم. ولی رئیس جمهور ارقامی را که به نشر میرسانه، ببینین یک مدت پیش رئیس جمهور گفت که 70% مردم افغانستان گرسنه هستند، یعنی 3 وقت نان ندارن. ببینین ارقامی را که ایران میکنن ارقام هوایی است. رئیس جمهور باید که با وزارتخانه ها، با ادارات سکتوری، باید امو دفتر رئیس جمهور ارگ باید هماهنگی و همکاری لازم داشته باشه که اما چرا این هماهنگی وجود نداره جیلانی صاحب؟ مسئله همی است که چرا این هماهنگی وجود نداره؟ ببینین انوز امو اوضاع سیاسی کشور خوب نیست و تا به انوز بالای کرسی های وزارتخانه ها تنش ها جریان داره، تنش های سیاسی جریان داره و وزیری که مستقیما از افراد نزدیک رئیس جمهور باشه او حمایت هم میشه و همکاری و هماهنگی وجود داره. ولی دیگه طرف وزاره ای که از جناح یا از تیم یا از تیکت دکتر صاحب عبدالله معرفی شدن، او هم مستقیما گزارششان به رئیس جمهور درست نمیره و همکاری درست وجود نداره. درست خود رئیس جمهور جیلانی صاحب، شخص رئیس جمهور یک اقتصاددان است و در این زمینه حتی تا سطح یک متفکر ادعاها صورت میگیره. چرا باید رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان که با این همه اطلاعات و آگاهی آراسته است یک چنین ارقام هوایی را مطرح بکنه؟ ببینید رئیس جمهور درست است که یک آدم شاید متفکر باشه، ولی در علم اقتصاد هیچ طرحی را برای افغانستان نداره. اگر داشته باشه در این 5 سال کدام طرحی را شما دیدین؟ اما طرح اقتصادی 5 ساله ای که جور شده، اما طرح کجاست؟ درست و مصروف است در سکتور خصوصی. تا به امروز ما هیچ طرحی را ندریافتیم که نشان بده که رئیس جمهور با 5 سال آینده چی پلان ها داره به خاطر رفاه و به خاطر انکشاف اقتصاد ملی ما. ببینین این چیزایی که رئیس جمهور تطبیق میکنه در افغانستان، این فقط یک کنسپت است، یک نظریه است که در افغانستان تطبیق میشه و افراد نزدیک به رئیس جمهور از این اوضاع استفاده جویی میکنه. درست. و ببینین امی تعیناتی که صورت میگیره، این خود همین تعینات سکتور خصوصی را به چالش برده. جیلانی صاحب، حتما موارد دیگه را هم با شما شریک میسازیم، اما فعلا میان برنامه کوتاه. با ادامه برنامه خط کابل از خورشید خوش آمدید. جیلانی صاحب گرامی، در بحث آمار و ارقامی که حالا از طرف وزارت اقتصاد ارائه شده و نگرانی هایی که از این منظر در میان باشندگان کشور به میان آمده، اگر فرض کنیم که این آمار دقیق است، چقدر میتونه واقعا نگران کننده باشه و برای جلوگیری از یک چنین بحران بسیار عمیق و پیچیده حکومت افغانستان مسئولیتش چی است؟ بالعموم اوضاع اقتصادی کشور نگران کننده است، این را باید بپذیریم. ولی ما یک فرضی است، بسیار یک مثال خوب است، وقتی که ما میگیم که 40 الی 50% فیصد مناطق کشور و یا هم ساحات مختلف کشور تحت تهدیدات امنیتی است
یعنی اوجا نام نیاز زیاد است، خیلی چطور میتونه وزارت اقتصاد که ارقام دریافت کنه؟ آیا شما میتونید در ولسوالی های ولایت هلمند شما سروی را انجام بدین؟ حتی در 50 کیلومتری در ولسوالی های ولایت لوگر کدام سروی انجام صورت گرفته؟ حتی به 30 کیلومتر که ما در 30 کیلومتری ما ولایت میدانشار داریم، آیا کدام سروی دقیق صورت گرفته که ما ایرا شناسایی کنیم و یا همی معلومات دریافت کنیم که میزان فقر در چی وضعیت است؟ ببینین این همه ارقام، فکر کنین 50% ارقام نادرست است. بنان فقر درست باید ما تعریف فقر داشته باشیم. این فقر ای مردم که تعریف میکنن فکر میکنن اشتباه میکنن. اینال اگر ما به 3 کتگوری نفوس افغانستان تقسیم بندی کنیم که یکیش کتگوری است که سرمایه دار هستن، پول گزاف دارن و دیگه متوسط است، و سیومش باز هم او طبقه است که اواید کم داره، حتی توانایی 3 وقت نان نداره که تهیه کنه به خاطر خانواده خود. بنان این مشکلات است در افغانستان. یعنی در هر فامیل اگر فکر کنین که از 7 نفر ما اوسط بگیریم، اینا یک نفرش کار میکنه، یعنی یک نفرش وظیفه داره و او هم یا وظیفه دولتی داره یا در سکتور خصوصی مصروف است و یا هم سر چوک میرن و من حیث یک کارکن کار میکنن. کاملا من حیث بله. حالا مسئله است که چالش بزرگ است و ما میگیم که حالت کاملا نگران کننده است. درست. یکی از دیدگاه هایی است جیلانی صاحب که حکومت در تلاش ازی است که با وخیم نشان دادن اوضاع و ایجاد نگرانی به دنبال جذب هرچه بیشتر کمک های جامعه جهانی است. همان گونه که شما در جریان هستین به مناسبت کرونا و بیماری واگیر که دامنگیر مردم شد، کمک های زیادی سرازیر شد در افغانستان. آیا این دیدگاه واقعا میتونه درست باشه یا خیر؟ ببینین این دیدگاه کاملا دیدگاه نادرست است و وضعیت اقتصادی افغانستان بانک جهانی از حکومت ما به دقت درک میکنه و افغانستان چگونه است IMF میره درک میکنه و بانک انکشاف آسیایی، همه دونرها اقتصادی و سیاسی افغانستان به خوبی درک معلومات دارن و حکومت افغانستان نمیتونه که به این بانه های که روی دست گرفته و یا این بانه های که یا میکنه که میزان فقر بالا اعلان کنه، چیزایی است که فقط امو وقت ضایع میکنه و این نمیتونه که جامعه جهانی را ما به این بانه ها و یا به این گزارش ها ما با بانک جهانی را و یا مثلا IMF و دونرهای دیگر ما قناعت داده بتانیم. درست. و یا مثلا وادار به دار به شوند که به افغانستان کمک کنند. بنان این چیزا را حکومت باید اجتناب کنه و درست. کارهای اساسی را انجام ده. حالا نگرانی هم از این ناحیه است، وقت حکومت که سالهاست در امی جغرافیا وجود داره، یک ارقام و آمار دقیق از مجموعه مسائل مرتبط به افغانستان نداره، چه برسه به جامعه جهانی که بیرون از افغانستان است؟ یعنی میتونه این نگرانی تا یک حد دقیق باشه به باور برخی ها؟ جیلانی صدای مرا دارین؟ بله علی صدای تان دارم. بله بفرمایید جیلانی صاحب، میربونی. ببینین ارقام دقیق را حکومت تابالی نداره. اگر حکومت حتی امی یک مثالش توزیع بسته های غذایی است که به مردم توزیع میشه، اینال ما ارقام درست نداریم، احصایه دقیق نداریم و امی بسته های غذایی که توزیع میشه بر اساسش چی است؟ در سطح قریاجات ملک ها لستا را میسازه و در شهرها امو وکالای گذر لیست میسازن و این لیست به شاروالی شریک ساخته میشه، مانند امو توزیع نان خشک یک پروژه کاملا بی نظمی ها را به میان میاره و در حدود بیشتر از 246 میلیون دلاری که هزینه مجموعی این پروژه است، یک پروژه کاملا پروژه غیر منطقی است، پروژه است که مؤثر نیست، پروژه نیست که در
کاهش فقر کدام تغییر را به میان بیاره. و یک چیز جالب است که رئیس جمهور اعلان کردن که این پروژه میتونه که میزان فقر کاهش بده که این کاملا یک تمسخر است. درست، بسیار تشکر. او وابستگی را ایجاد میکنه و هرگز نمیتونه که فقر ما از بین ببره. به خاطر از بین بردن فقر و یا کاهش دادن فقر برنامه های بزرگ را باید روی دست بگیریم. مثلا در سکتور ساختمان و انجینری، در سکتور معادن، در سکتور زراعت و مالداری و در سکتورهای مختلف ما میتونیم که به خاطر جلب و جذب سرمایه گذاری سهولت ها را ایجاد بکنیم و به خاطر مردم اشتغال زایی باید صورت بگیره که به مردم فرصت های کاری ایجاد شود. این درست. برنامه هایی است که میتونه که در زندگی مردم یک تغییر به میان بیاره. حتی امو پایین سطح ترین کشورها هم چنین وضعیتی را میتونن پیش بینی بکنن. چه کاری را باید حکومت افغانستان و یا چه برنامه را برای جلوگیری از رسیدن به یک چنین وضعیت باید راه اندازی میکرد که نکرده حکومت؟ ببینید، ما در 5 سال گذشته فوق العاده فرصت داشتیم که سر تا سر کشور، اگر ما کشور را به 4 زون تقسیم بندی می کردیم، حکومت انجام داده، ما می توانستیم که زونهای اقتصادی بسازیم و پارک های صنعتی سر تا سر کشور باید ایجاد می شد که تا یک اندازه کار صورت گرفت و این کار باید به این کار صورت داده می شد. دوم، ظرفیت سازی سکتور خصوصی و بخش تولیدی کشور است که ما بتوانیم که به شکل اوسط اگر ما 200 الی 300 فابریکه های تولیدی و صنعتی در افغانستان بسازیم، این میتونه که از یک سو به مردم فرصت های کاری ایجاد شوه، زمینه کار ایجاد شوه و از طرف دیگر عواید حکومت هم رشد میکنه، تقویه میشه. این کارها را باید ما انجام بدیم. در قدم سیوم ما باید راه‌ها و شاره‌های بزرگ و سیستم ترانزیت و ترانسپورت را باید انکشاف بدیم. وقتی که ما صادرات و واردات خود انجام میتیم، ما باید سیستم ترانزیت و ترانسپورت را باید انکشاف بدیم. در قدم چهارم که خیلی مهم است، حکومت به خاطر رشد زراعت و مالداری کشور باید سر تا سر کشور باید سردخانه ها به شکل اساسی ساخته شود که تا ما بود بتوانیم که محصولات زراعتی را درست مدیریت کنیم و نگاهداری کنیم که قیمت ها در افغانستان ثابت نگاه شود. مسئله است که خیلی مهم است. درست. و این فقط نمیتونه که به پروژه های تبلیغاتی و نمایشی ما میزان فقر را پایین بیاریم. هیچ امکان نداره. حکومت باید کارهای اساسی را به خاطر رشد اقتصاد انجام بده. درست. بسیار تشکر. حالا چون این وضعیت پیش آمده و یک نگرانی بسیار جدی در این زمینه وجود داره، فعلا هم فرصت است که جلو از این مسئله گرفته شوه و ما نرسیم به امو 90% وخامت اقتصادی و فقری که مردم دچارش خواد شدن. چی باید شوه؟ مسئولیت حکومت چی است و در حال حاضر و با توجه به یک چنین وضعیت وخیمه چی باید بکنه حکومت؟ راه حل چی است؟ در قدم اول یکی از وظایف عمده حکومت اشتغال زایی است، ایجاد فرصت های کاری برای مردم است. درست است؟ همین کار را به خوبی انجام بده. ما در طی 18 سال و 19 سال بیشترین تمرکز ما بالای سکتور امنیتی بود و سکتور اقتصادی را فراموش کرده بودیم. واقع جنگ ما به فقر و به بیچارگی است در افغانستان. مردم بیچاره است، حتی 3 وقت نان مردم تهیه کرده نمیتونه. بناهن حکومت باید در قدم اول به مردم فرصت های کاری را ایجاد بکنه. درست. و نقطه انکشاف ما و یا مثلا کاروبار ما فقط یک چند وقت نباشه، به شمول پایتخت بیشترین فعالیت ها در ولایت هرات و ننگرهار و مزار شریف صورت میگیره و ولایت های درجه دوم درجه سیوم. ما به این ولایت ها کارهای اساسی را انجام ندادیم. به سطح ولسوالی ها باید ما به خاطر رشد اقتصاد محلی باید کارهای مهمی را انجام بدیم. ببینید، اگر وقتی که ما به سطح ورسوالی ها اگر ما بازارهای منظم داشته باشیم، در اوج هم انتقالات کالاها داشته باشیم، بدون شک قیمت ها هم کنترل میشه و در سطح ورسوالی ها
به مردم فرصت های کاری ایجاد میشه. در ولسوالی ها کار نیست، مردم به مراکز ولایات میه و از مراکز ولایات به کابل میه که در کابل ازدحام هم زیاد میشه، رفت و آمد هم زیاد میشه و فشار هم بیشتر میشه. بنابراین نقطه مرکزی درست است که کابل است، ولی ما به سطح ولایات درجه دوم و سیوم باید به خاطر اقتصاد محلی باید برنامه های دقیقی را عملی کنیم تا بتوانیم که انکشاف متوازن در افغانستان بیاریم و انکشاف متوازن میتونه که به مردم فرصت های کاری ایجاد شود و در هر ولایتی که امکانات است بندهای آبی، بندهای برق ایجاد شود. این همه کارهای سیر حکومت باسانی انجام داده میتونه و یک فرصت بزرگ است. بسیار تشکر. سپاسگزار هستیم جناب جیلانی صاحب از حضور شما در برنامه امروز خط کابل. و قابل یادآوری است بینندگان عزیز که در برنامه امروز خط کابل آقای شبیر بشیری که آگاه امور اقتصادی هستند هم وعده کرده بودند که در برنامه حاضر میشن، اما متاسفانه در برنامه حضور پیدا نکردند. از شما هم سپاسگزار هستیم که تا اکنون با ما همراه بودید. وقت شما بخیر.